خوبی؟ حال شما خوب است؟ سلامتید؟ قربان شما زنده باشین، سلامت باشین. شما خوب است الحمد لله. جناب قنبر عزیز؟ میخوایم ازتان بپرسم که همه ما که خودم مثلا دین خود انسانگریت میگیریم یا آتئیست میگیریم یا هر چیزی، از نظر شما کجای کار ما اشکال داره؟ کجای کارتان اشکال داره؟ بله، جای کارتان اشکال داره که برای انسانیتش تعریف خاصی نکرد. هر کس انسانیت چی بستگی به تعریف خود چی داره. یک تان انسانیت در از این میبینه که اگر دوستم نیازمند بود و ما پول داشتم، پول در یک فقیر روی سر سرک بدم. یک دیم انسانیت این نیست، باید در دوست خوب ببخشی. یک دیم نه، باید در او ببخشی. یک دیم نه، میرم انسانیت میگن اول در خود اهمیت بدم، در هیچ کدامشان کمک نکنم شاید فردا خودم لازمم شد. واسه همین تعریف خاصی واسه انسانیت ندارید. هر کدام شما هر جوری که دلتان خواست رفتار میکنید. خودم مقید در چارچوب نمیبینید. میگید که انسان در انسان آسیب نرسانه، ولی اگر یک خانتان دزدی اماد شما رو مورد ضرب و شتم قرار داد، دادگاه انسانیت که ندارید، مورد پیش دادگاهی که قانون هر کشور در از اونجا هر جغرافیای حکم فرما هستن. حالا بستگی داره در کدام جغرافیا زندگی کنی. یکی ممکنه دستش قطع کنه، یکی ممکنه حبسش کنه اون نفره، یکی ممکنه دیه بگه پرداخت کو، یکی ممکنه بگه آزاد نگردار. شما تابع از امو جغرافیا هستید، از پیش خود قانون خاصی ندارید. اشکال اول نمیه که در انسانیت شما در شکل ظاهری اما انسانیتی که همه دوست داران شما قبول دارید، ولی وقتی که وارد جزئیات میشیم میبینیم هر کدام شما برای خود تعریف خاصی دارید و سر وقتش که برسه پایبند هیچ اصول انسانی نیستید. مثلا چه رقمی سر وقتش مثلا رفته؟ مثلا من به عنوان یک مسلمان شما رو بارها اینجا بالا آوردم، در سوالاتتان جواب دادم، وقت برایتان گذاشتم، ولی شما در زیر بقیه کامنت ها در اهل بیت یا در اسلام توهین میکنید. من اسکرین شات هایت رو دارم. چه رقمی توهین کرده باشم؟ مثلا توهین شما در چی میگه؟ در مسلمانان در طور کل توهین کرده، خودت هم میدانی. اگر نکده بگو نکده. توهین نکده مطال را در مسلمان ها. آه گفتیم چیز را گفتم، مسلمان ها باعث عقب افتادگی ما شدن، ما مسلمان ها خیلی برای ما از آدرس مسلمان ها برای ما ضرر رسیده. این حقیقت است برای ما. اگر شما این را توهین میگین درست است. شما معلومه این مثلا ابوبکر میگه لعنت یا در بزرگای اهل سنت یک چیزی رو نسبت میتین که مسائل درون اسلام باشه، شما که دینتان انسانیت. نه درست است، شما میگی توهین نیست، مثلا میگی عمر فلان عیب داشت، ولی اونا میگن نه، پایبند یک چارچوب میبینیم. شما که در چارچوب پایبند نیستی، این قیاس مع الفارقه. ما خود پایبند در یک اصول میدانیم، شما که در اصول پایبند نیستی. شما که دینتان انسانیت. نه دین ما انسانیت است، ولی ما دین ما از عقل ما انسانیت حکم میکنه که من عنوان یک مسلمان با تو خوب برخورد میکنم، بعد تو بری یک جای دیگه کل اسلام بگی. اگر ما جای یک اسکرین شات از ما بیار که گفته باشم قنبر آدم بدیست، ما نه من نه دیگه خود انسان نه 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 از شما خوبی دیدم. نه نه ادعا نکردم، مرا گفته از دیگه این از دیگه مسلمانو ما ضرر آسیب بر ما رسیده، ما را بدی گفته. ما ما حالا تو خودت جناب قنبر وقتی یک دو جناح مختلف با هم مخالف گپ میزنن، یه از که او اردیشان یک خط فکری نداره علیه هم، از وقتی که گپ میزنه میای با هم دو کلمه گپ میزنه. یعنی چی؟ یعنی می از مسلمان علیه مسلمان جبهه نمیگیره. ما خود مسلمان خلاف کسی نه، شما رو نمیگم. ما اگر بر خلاف کسی جبهه گرفتیم چون را خارج از اسلام میدانیم که در ظاهر مسلمان. همون گونه که شما گفتید خیلی ها در اسم اسلام در ما بدی کردن، ما منا میاره میکنیم خود طرف سخن ما اونو اما ای که برای ما بدی کرده ما نمیت ما چی بویم مسیحی؟ ما در وقتش مثلا اصول انسانیت زیر پا میذارید. یک مثالی بود، اشکال نداره، مثال های خیلی زیادی هست. همونجور که گفتم قانون مثلا شما اگر کسی در شما ضرر برسانه باعث ضرب و شتم شما شوه، مثلا خدای نکده باعث قطع عضو شما شوه، انسانیت چه حکم میکنه؟ که آزادی از اون انسان ازش بگیریم، دست از اون انسان قطع کنیم؟ انسانیت در اینجا چه حکم میکنه؟ شما دما بگو. یک کس بر ما ظلم میکنه در حق ما تو ظلم میکنه تو رو مورد ضرب و شتم قرار میدن، خدای نکده باعث قطع عضو انگشت دست چیزی میشه،
شما چی حکم میکنی برش؟ دادگاه میگه حکم در گردن خودت میذارم، چون تو دینت انسانیت هست، ما دینمون انسانیت نیست، تو خودت حکم تو هر کاری که تو انجام بده. مثلا نظر در جرمیش، اگر کس قتل کرده باشه خب سیابت باش بریدمش، وقتی آیا کسی به انسانیت درسته سبتر، که آزادی یک انسان ازش بگیریم؟ بله او انسان گفته نمیشه کسی که بگیره، از خیلی هست در ظاهر ممکنه انسان، تحت ولی تاثیر در باشه، معنا ممکنه در حالت از عادی ایمان نباشه. اگر در حالت بس عادی نبود چی؟ حالا تا چی رقم مثلا مثلا مشروب نشته خورده بود، در حالت عادی نبود و خودش نخورده بود، او را چیز خور کرده بودن، او اون، را اگر نشته چیز خور کرده کرده بودن. باشه، آره خودش اگر نخواسته او بود، خودش کاری شراب خور نبود، او را در یک حالت قرار دادن که از عقل بی عقل شد و او کار انجام داد. مقصر در اینجا کیه؟ و اگر او ثابت شود، اگر او ثابت شده، ثابت من دارم شود که میگم کن الان مثلا انمی کیس هستن که همه ثابت شده شده، ولش انمی کیس نزد شما آورده شده که خودش قتل انجام زده در حالت نشگی، ولی ثابت شد که خودش نخورده، او را چیز خور کردن یا چیز دادن دهش خورده، خودش نمیدانسته که مست کننده قتل انجام داده. انار شما چی حکم میکنی آقای قاضی؟ او کسی که قتل کرده باشه مثلا ورثه تو تصمیم میگیره، ورثه هم ورثه شما؟ نه قتل نه، مقتول ورثه، ورثه شمایی، ده او قاتل چی حکم میکنه؟ از نظر ما، اگر او قتل غیر عمد صورت گرفته باشه که خود نه از او عمدی آدم بود، عمدی بود، عمدی بود. خواه، او در حقیقت او رو مثلا یک تزریق شده برایش، یا او رو مثلا برای چیزی خورانده از حالت آره عادیش بر آمده، درست است؟ آه آره و اونمو برایش گوش زد میشه، خواه نظر خودم است دیگه، یه از نظر انسانیش خوب بفهم، وقتی گناه نداره و ثابت شد میگم خب تو او مبرم میشه، از نظر ما خودم که ورثه از و قاتل است و مقتول مقتول است، از تو خبرش میگم، مگر بفهم که گناهی نداره خب او خو آزاد است دیگه، اگر گناهی نداره، بس اگر کس ببینم نه گناهشی که قتل انجام داد، ولی گفتم چیز خور کرده بودن. عامل قتل پیدا میکنیم توسط او، عامل قتل شده، کسی که سبب شده ایره در عامل قتل، قتل اگر پیدا نشد چی؟ عامل قتل بالاخره یک ای خو مانا نمیتای، مثلا معنا میده، من بالاخره یک توضیح کس میدم. بوده نه، بس اجا پیچیده میشه، من توضیح میدم. بفرمایید، کسی که مرده مقتول، قاتل کسی کس که مست بله بود نشه بود، و ای کسی که شراب دزی داد برخلاف میلش، ای درست، انسان بدون خواست خود ای چیز خورش کرد، این نفر شراب دزی داد مستش کرد، ای هم رفت این نفر دیگر کشت، انار ای گیر آمده. شما ورثه مقتول چه حکم راجب از این میدی؟ و ثابت شد که ای در حالت نشگی بوده و خودش هم رو مصرف نکرده، فرد سومی ای را در غذایش ریخته، ای را چیز خور کرده، ای درست فرد سوم پیدا نمیشه، شما چه حکم میکنی؟ ساده ای حکم نفر سوم به هیچ عنوان رای پیدا شدنش نیست، درست است؟ عامل عامل قتل ناپیدایه. آن مثلا اصلا رای پیدا شدن چه هسته؟ شاید 3 سال 4 سال طول بکشه. در این حکم تکلیف از این چیه؟ تکلیف از است که ای خود گناه داره، نه در حد یک قاتل قاتل اصلی، چون که ای با آدم پسر بد میخواستی علاج معاشرت کنی، داره، پسر بشنو؟ میخواستی علاج کنی چون گناه نه نداشت. گوش کو، نه خو یک کسی رو مثلا یک کسی از راه بگیره مثلا با زور سرش با تهدید، او فرق داره، اگر ثابت شه ای با خانه از او رفته و یا با او معاشرت داشته و او با مثلا شیش تا ایره با هم خورانده یا شیره گل زده یا مغزش شسته شده و ای قتل غیر عمد است، و او قتل از نظر ما که مثلا ما انسان میگیرم خود ما، او قتل که یک کسی عمدن ما یک کسی رو با حالت عادی میکشه، ای که درست گناه داره که با آدم های بد سر و کار داره مثلا، نه ولی نه که در کل گناه اگر داره با آدم های شما، تا گناه پایبند نیست، دین تو انسانیت هست. گناه گناه منظورم هستی؟ خطاست، منظور این کارش اشتباه است، حالا ما در نه جامعه در اسلامی اینجا انسانیت زیر پا رفت. شما یعنی چی؟ من دوست دارم با یک آدم بد در رفت آمد باشم. من یک از انسانیت رفیقای کجا من میگه ممکن با آدم بد یک بگه؟ از رفیقای من ممکن یک آدم بدی هسته. شما کی باشه که برای از من تعیین میکنی که من با او بیگردم خوبه یا بد؟ دین انسان انسانیت اصلا نمیره میگه که انسان بدی وجود نداشته باشه، کوشش میکنه همین، اصلا گپش همی است که از این اونا بگذاریم با یک انسان ثانیه، حکم از این نفر ما بگو در طور خلاصه. حکمی همین کسی که غیر عمد کار را کرده مست بوده؟ قتل آره را انجام، خب گفتم او جرمش کمتر از کسی که عمدن قتل عمد، اگر خودش رفته با کسی مثالش با کسی گشته که او را چیز خورش کرده با آدم های بد، او گناه از اموست چی که با کارش آدم های کنیم؟ بد، اینو بگو چی کارش کنیم؟ خواهی قتل غیر عمد داره، نه که چی کارش کنیم؟ بالاخره من باید نمیدونم، نما توضیح بدید چی کارش با کنیم؟
باید جزای خودت ببینه. جزایش پس چیه؟ جزایش مثلا حبس است. جزایش یه است که برو آزاد شد خود، حبس است. اگر یک جزایش کسی حبس است که است. پس در ثابت دین میشه مثلا، انسانیت اگر تو با یک آدم بدی بگردی روی تو تاثیر بذاره باید زندان بری. وقت عمل انجام شوه، نه که قبل آها همی دیگه بگردی. روی تو کلا تاثیر آدم بد بذاره. در دین انسان گرد، آدم بد بودنشی خودش جرم است. مثلا این کسی کار آدم خلاف بد میکنه یعنی بخوام چی؟ که یک مواد فروش آدم بدیه؟ نه، آدم خیلی خوبی است. خب بعد معلوم است یک آدم بد است دیگه، مواد فروش یک آدم آدم بدیه درسته؟ بله. حالا او که تزور ده کسی نمیفروشه، اون نفر خودش میاد از این میخره، ای تزور ده کس نمیفروشه، او طبق وابستگی کارش که داره اشتباهست، عمل کارش اشتباهست. کارش اشتباه هستن. مثلا مواد اگر مخدر نمیتونه نیازمند تست بده. باشه، نیازمند از این کار هسته، هیچ کار دیگه ای نمیتونه انجام بده، نیازمند از این درآمد هست. اصلا از بنیاد خراب است. کار نیازمند باش برای نیازمند از این درآمد هسته، چیکار کنه؟ یک شما کس دیگه است، برای کسی که در میگه دین ما انسانیت بیت وظیفه، المال دارید که داشت پول بدید؟ او آدم معیوب خوی کار نمیتونه بکنه، درست است؟ معیوب چرا؟ کی گفته؟ ای خب اگه اصلا عطایی گیریم میزن معیوب، اصلا گیریم معیوب که روی معیوب. ویلچر رو تجاساس کنه تا دلت بشه، ای بهانه خب ها درست روسته. جناب قنبر، معیوب باشه، ولی خیلی کارها است برای معیوبین، خیلی ولی او معیوبا رو ببین نمیتونه، کارهای چرا میخوای اما اگر در نظر بگیری صورت اصلا مسئله رو اما تغییر بده؟ صورت مسئله واضحه که او میتونه می کار کنه و فقط می کاره میتونه دین می کار اگر تبخور داره شما زندگی یک جواب داره خاص در نظر. میخواین، کلا ای آدم کارش باید جمع شود، نه خب یکی کارش کارش جمع شد، دویم. شما واسه چه کاری انجام میدی؟ بیت المال داری که یک پول ده او بدی که این کار دیگه انجام نده، مگر چیکار میکنی؟ مسلمان دو چنین آدم های بیت المال چیزی میده؟ بله، وقتی که دستگیر شده سزای عمل خو میرسه ثابت شد، تنها رایشی از بیت المال داشت تعلق میگیره، وقتی ثابت شد کار خب دیگه ای نمیتونه. بیت المال عقد دیگه مردم باید حال یک داره خورم آدم بحث اخلاق وسم کار بکنه. بری، بحث وسم بری. بیت المال یعنی مال مردم، او حق خب الناس مال مال مردم مردم هسته، اینمیم جزء از جامعه اسلامیه. حال بحث تو به زمین ما ننداز، گفتم چه کارش کنیم مورد تو دما جواب بده. او آدمی که وظیفش از او را امرار معاش میکنه، او کلا یا اونمون اگر جرمش ثابت میشه میره حبس میشه جزای خود، در غیر از او کارش کلا اشتباه است، باید جمع چیکار برش کنیم؟ چجوری کمکش کنیم؟ ما میگم من کار نکنم، میگه باشه باش، چه خوام بیشینه دم خانه میته بیشینه که جناب نان قمر. بیم. من یک کلمه گای بمیرم میدونم، اگر جا گپ مرا گرفتی گرفتی نگرفتی باز دیگه خودت میفهم. محترم یک نفر وظیفش دزدی است، گوش کن، یک نفر با وظیفه‌ش از اینه راه نه همین که خودت میگی از رای دوزی امرار معاش میکنه، دمی را نه، مثلا دزدی رو موثر است. نگفتم، دزدی خواست اوی که میتونه از دیوار من بالا بره مثال صد کار میزنم، دیگر میتونه، مثالش اینو هم قبول میگم، دارم، مثالش میزنم، قیاس درست است؟ مع الفارق هستم، چون تو من یک نفر شل پیر بنده خود بدبخت مثال میزنم، تو یکی که میتونه بره دزدی کنه فرار کنه از دیوار بالا بره، او خود صد کار دیگر میتونه، ای دیگر من جواب بدم. خواهیم آدمی که مواد میفروشه یک کسی نیست که گفته اگر اون تو امی دست و پایش کلان فرج داری خانه باشه باید بو کچه در کچه مواد سودا کنیم، چنین چیزی کوچه در نیست. کوچه میاد اگر که هم ظاهرا مواد فروشی رو فکر کرده که پیتزایی یک دم چنین در چیزی خانه هم که ببره، باشه یک کسی از نظر سر فیزیک کوچه از هم با چارپای خوب بیشنه کل لگه خبر دارن که تو ظاهرا کشورها رو ندیده چه کم مواد میدن. خب بگذاریم امیر عزیز دل، ساده برات بیان کنم، من میخوام با دیگه صحبت کنم. باش امیر باش امی کارو میگم انجام ندی و انجام نمیده، شما دولت انسانیت برای از چه کاری میکنه؟ پول دهش تعلق میدید، معاش تعلق میدید، چیکار میکنه؟ اگر آدمی که از نظر کاری هیچ کار انجام داده نتونه، بذار که ما هم گپ بزنیم دیگه، اگر هیچ کاری از نظر فیزیک بیخی فلج فلج باشه، خوب معلوم دار است مثل که امیال حکومت های غرب، کشورهای غرب، ما خیلی اسلامی نیستن، اونا لیبرال لیبرالیسم است و سوسیال است و بیخی سیکولار است، هیچ مذهب عقیده نداره، در چیزی دینشان از سیاستشان جدا، ما اما اونا بدینن، خیلی تو دین داری، دین تو انسانیت ده. باز یک گفت خب سرت ما هم مطلب دین ندارم، ما خب دین انسان هم، من انسان هستم. خب اما مردم هم نمیفهم، آسایشگاه ها داره برای پیرمردا، مردها، برای معلولین، چرا آقای قمبر میخوایی گپ مرا قبول نکن؟ خب میگم هر کشوری مملکت اگر قانونی داشته باشه برای چنین افرادی که هیچ کار از رویشان نبیاد، یک جایگاه داره، درست است؟ چرا در بس کشورهای غیر راه حل این اسلامی شد که که دو از او را سرپرستیش را یکی دوهده بگیره، خرج و خوراکش را دوهده بگیره، اگر درسته؟ خیلی وضعیت جسمیش اگر خراب خیر، باشه، خواه اسلام چی میگه؟ این هم یک چیز اسلام میگه. خود شما چی شلید که قانون اسلام را در نام خود پیاده میکنید که نه اسلام بده؟ خوب خوب شده میگیرید دشان خود، باز میگید دین مخصوص مایه شما که ایران ندارید، در صورت که اونمور از اسلام گرفته.
نه ما ایره درباره ما کجا میفهمم اسلام کدام چون این برنامه ای برای اسلام، دین من خودم تقلم دارم داره. میگم اسلام من همین کارو میکنه، بیت خود تو المال هم واسه میره چی؟ میگی جناب قمر، خود ما میره میگیم خط فکری ما و خود دیگه. قبل این من جه هستن که شما این دین انسانیت شما پایه و اساسش چی هسته بجز دستورات ادیان؟ پایه و عقل است اساسش محترم، بجز عقل است، دستورات بدون ادیان عقل چی؟ عقل است، اساس و پایه ما عقل منطق است. پس است، کسی که بدون فکر. عقل در دنیا میاد او چی؟ پس در اینجا طبیعت هم خدا که نه، طبیعت دهش ظلم کرده دیگه، او یک انسان بیگناه که ناقص در دنیا میاد، خب یا بدون خدا عقل، بدون عقل است. خب بدون عقل است او گناه ما انسان ها چیست؟ اوی که بدون عقل است جای خب مثلا دیوانه خانه جور شما که شده خدا کامل را و قبول خونجه بیاد نداری، شما که خدا را قبول نداری، خود پس او ندارم. گناه همون پدر و مادر دیگه، درسته که باعث تولد نه همچون فرزندش. نه ما چه وقت گفتم گناه پدر ما مادرش؟ دارم سوال میفرسم، توهم میگم نه امی گناه چه کسی هسته که او ارسه گناه هیچ کسی نیست، خیلی اتفاقات در طبیعت رخ میده که باعثی بدی در میشه، مثل طبیعت میگه رخ میده؟ آیا او با خواست خود بود یا با عمل پدر و مادر، با عمل جنسی پدر و مادر وارد با دیگه عمل دنیا؟ جنسی پدرم، گوش کن محترم، و با در عمل صورتی که پدر جنسی و مادر میدانه اما دین قبول نداره، اما علمش میگه دخترم و پسرم ناقص هستن، بیماری ارثی ژنتیکی داری، ناقص در دنیا میاد، بازی کار انجام میدی، اونو موقع چی؟ بازی کار انجام تو خویی یک چیز واضح است که گناه پدر مادرش است محترم. آفرین آفرین. اگر پدر مادرش بفهمه که ما مثلا پدرش میگه ما دختر عمه خودم میگیره عاشقش است یا عاشق چیش ابرویش است یا اخلاقش، خوب میفهمه از این ماگوز که ما اگر ایره بگیرم احتمال داره از فرزندای ما معیوب به از دو تا یک تایش. و در ولی صورتی این که کار احتمال اگر نده چی؟ اگر اشتباه مثلا اگر اوش تو کش معیوب به دنیا به خوش گناه عزیزه یا خطا عزیزه اشتباه عزیز اشتباه خیلی انسان ها اشتباه خب میکنن. با شما رو بکنم جزا و پاداشی واسش در نظر گرفته یا نه؟ نخواهی چی در جزا و پاداش پس در جامعه انسانی ممکنه بعضی ها گناه کنن، اشتباه کنن، شما در کارش کارت نداشته باشی. او اشتباهی که او امیر گوش که محترم همین نفر اشتباه کرد دیگه، گناه نه، درست میگم است، اشتباه کار من میدانست فلان، اشتباه یک نتیجه شرم جامعه دید، قرار نیست ده نتیجه هر شرم اشتباهی جامعه دید. میره ما زندان ببر آدم من خوی نگفتم زندان ببر، من همچین حرفی نزدم، گب دادان من انداز. او نفر یک کار مزد اشتباهی کرد، پاداش جزای کار اشتباهی از او چی است؟ خود او کار علنی اشتباهی نکرده. مثالش گوش علنی که امیر دیگه اسلام قرار چی نیست میگه؟ تو سر سرک گوش بچه خود در دنیا بیاره دیگه، درست است علنی همین امیر، انا تو پول از نظر میرسم و اسلامی بچه ایره دیگه. چی کار میکنی؟ ما اسلامی نه خنده جواب بده دم عزیز دل، خب امی ما جواب خدا دا جوابش چیه؟ کار کارش اشتباه است ولی جزایی نمیتونه داشته باشه، جزایی رشته ای نمیکنه. خب تو اینا که برای اونا نه، من خواستم من مثال اینو بدانم در جامعه خب ما دین انسانیت بعضی ها کار اشتباه انجام بدن این جزایی نمیبینن. تشکر. خواه اشتباه تا اشتباه یعنی خودت مثلا میگی نه من امی خواستم از من نظر اینو اسلامیش بدانم چیه؟ عزیز. اسلام هم میگه چیزی نمیگه دیگه، اسلام میگه نه برو بکش خب اسلام هم چیزی نمیگه دیگه. خب اسلام هم میگه کارش کار خوبی نیست مثلا آها یک از جانب خوب. اسلام ما جواب میدم، من فقط سوال امیر خواستم خب من بدانم اینا لسه در پرسان دین میگم من جواب انسان، خود دادم. در دین انسانیت پس ممکنه اشتباه انجام بدن و هیچ چیزی در گردنشان آه نداره. انا تو فکر کمی از نظر به تو شما فکر چیست؟ کنه اسلام بابا، با کلمات بازی نکنه امیر، ما جواب بدیم. من میخوام با بنده خدا صحبت کنم. در دین خب ما انسانیت جواب پس امکان محترم، داره ما که جواب سوال شما را دادم، با ما چرا گوش جواب نمیدی؟ سوال یک ثانیه، بفرمایید. در دین انسانیت پس امکان داره که گناهی انجام بدن، کار اشتباه، گناه که نه چون ادیان اعتقاد ندارن، کار اشتباهی انجام بدن ولی پاداش و یعنی جزایی برایش نبینن، ایره تا اینجا درست؟ سعی کن شما نمیتونین ایره هر اشتباه هر جزا از خود هر اشتباه یک جزای داره یک مکافات خاص جزای از خود این داره. چیه؟ تو بگو جزای از امو پدر و مادر چیه؟ جزای پدر مادر خودش در حقیقت جزای خود میبینه. وقتی اولادش معیوب است جزایش خود طبیعتا وقتی فرزندش بزرگ شد خوب میفهمه پدرش اشتباه بالاخره کرده. تا پیشتر که جزا نداشت حال جزا داره، چی میگه عزیز دل؟ ما نمیگم که دادگاه برای جزا تعیین میکنه، من میگم نگفتم دادگاه، چرا گپ طبیعتا خودش دادگاه و جزا زندان من میبینه. میخوای وسط بندازی که یک جوری بگی انگار ما گفتیم مور بندی کنید؟ کی همچین حرف زد؟ خیلی من میخوای سوالم چی خیلی ساده ما بود، چی گفتم بگویم امور که تو میگی ما چی بگویم؟ من در خودت خب میگم از نظری انسان اگر قانونی باشه که بر مثلا حاکمش انسان ها باشه انسان باشه هیچ جزای مشخصی نداره به نظر من عقیده است. ولی
طبیعتا خودش داره. جذاب نظر میبینه تو، توسط. عقیده تو، من عقیده تو رو کار ندارم. چرا؟ چون من از اول نقدی که وارد کردم گفتم انسانیت همینجوری هست، هر کس از دل خود یک جور انسانیت ترجمه میکنه، چارچوب درست. خاصی، قوانین خاصی ندارید. ممکنه تو بر از اعتقاد باشه که در عقیده ما یک چیز خاصی نداره، خلاصه، ولی ممکنه یک دیگه با دین انسانیت بگه نه، چرا باید همچنین انسان بیگناهی در دنیا بیاد، تمام طول عمر خود در رنج و سختی و دیگه و دیگه باشه، و بخوایم از این نگهداری کنیم؟ نگهداری از این نیروی کاری میخواد، پدر و مادر باید وقت بذارن یا ایرا تحویل کسی دیگه ای بدن یا درآمد اضافه روی از این خرج کنن که یکی از این نگهداری کنه، در صورتی که ممکن بود اصلا راحت در دنیایت نیاد با یک پیشگیری خیلی ساده. انتقادی که وارد کنم و داشت رسیدیم، مگم انسانیتتان نه چارچوب او خاصی درست است نداره، والا، هر ولی کدام این شما یک چیزی از نیست که دلتان صد یک فیصدی چیزی واسه باشه. انسانیت تعریف میکنید. درست است جناب قمر، ولی این یک چیزی صد فیصدی، گوش کو، یک چیزی صد فیصدی نیست. خیلی از اقارب خود رفتن دختر گرفتن ولی هیچ اتفاقی بعد رخ نداده، ولی خیلی را ما خودیم در فامیل خود ما است رفتن از آیا پس اقارب میتونیم خود. روی کار اشتباه ریسک کنیم؟ ها میتونیم روی کار اشتباه ریسک کنیم؟ ریسک انجامش؟ ریسک خوی ریسک انجام میتن مردم، این است نه مردم تو میپرسم در دین انسانیت ما میتونیم روی یک کار نه اشتباه ریسک کنیم یا نه؟ نه خو اصلا انسانیت نمیره. وقتی که تو میفهمی آینده همه کار اشتباه است، خو نباید انجام شود. اینی می انسان گرایت است، اینی می انسانیت. تو وقتی میفهمی در صورتی آینده که کس مطمئنی که تفضل آیندهش اشتباه میشه دیگه، مطمئن نیستی که دیگه ما رو خب اگر احتمال داره 50-50 بود دارم میگم ریسک، اگر پنجاه میگم پنجاه بود اشتباس. ما هم روی جواب از دادم اشتباس، ریسک اشتباه. کردن روی از این مطلب درسته یا نه؟ خب گفتم اشتباس، همین از پس اولشم گفتم. اشتباهه. حتی اگر 50-50 بود شما نیمه خالی لیوانه میبینی و روی از این ریسک نمیکنی. خیلی از کارا هست، مثلا گوش جناب قمر، اشتباه خیلی کارا هست که مثلا همین احتمال داره یک کار یک چیز را انجام میده، ولی ممکن یک خوب شو، ممکن بدتر هم شو، ولی مثلا تعیین نمیکنه برای این یک انسان به جزا تعیین کنه که بد شد. نخواه انسانیت در از این مورد چه حاکم میکنه؟ اینجا یک دانه لیکن دکمه است، شما اگر بزنید ممکنه که کل مردم در حسابشان نفری $10,000 واریز شد. این دکمه هم اگر امکان داره اگر بزنید بمب اتم منفجر شد، انسانیت چه حکمی میکنه؟ پنجاه پنجاه خب نمیزنن دیگه. نمیزنن؟ خب اگر مثلا قرار باشه جان کسی در خطر باشه، از اون میگذره. از مثلا او امو ساعت امو مساد امو جویش دیده تو مثلا در مورد از یک پدر و مادری که میدانستند جان بچهشان در خطر میافتن، ناقص هم ممکنه کج و کوله در دنیا بیاد، اونا که ممکنه انجام دادن و یه ریسک کردن، اونا پاداش جزایی پس نمیبینن. از نظر انسانی نه، از چون که نظر خیلی انسانی نه، خلاص خیلی ازدواج کردن گفته استفاقه بعد رخ نداده، ولی ما شاید ممکنه ما کسی ممکن بود اینا خیلی دکمه رو از بزنیم همه این پولدار شن، چرا نمیتونیم ما نزنیم؟ شما ملاق قرار بتونیم، چون نه خیلی ما از موقع غریبه ممکنه زن میگیره میزدیم ولی همه اولادشان پولدار معیوب میاد. میشدن، زندگیشان بهتر میشد، چرا نزدیم دکمه رو؟ چرا نه اون نیمه گوش دارم، گوش بعدشون کن، نگاه کردن؟ نه گوش کن، خیلی هم هست از غریبه میرن زن میگیرن ولی اولادشان معیوب اوه میرن. ده نمیتونیم بخیر، میر دادگاه انسانگریت بریم اینا رو ببریم جو حکم برش قائل شد. نه تشکر عزیز دل. میشنوم سید. سلام علیکم داداش قمر، خوبی؟ حال شما خوبه؟ سلامت هستی؟ خوب است و خیر است این طرف و خیرتی. الحمدلله ما سلامت فقط خواستیم یک عرض سلام کنیم. عزیز دلی، با سلامت سلام باشه، خدا خیرت عزیز بده انشاءالله دل است، برادر. شیر است، شیر عزیز دل جانم واقعا است، افتخار میکنیم، افتخار سلامت باشه میکنیم. سید بزرگوار، خدا خیرت بده انشاءالله برادر. ده یا خدا علی مستارم مدد، بدرشن، یا علی مدد برادر. بگو ما بالا بیارم اسمش نمیدن. آره اگه این دکمه باشم بزنیم همه میمیرن یا پولدار میشن، نباید بزنیم چون ریسکه، چون امکان یک چیز بد هستن، ولی وقتی امکان داره با رابطه جنسی یک آدم کج و کوله در دنیا بیاد، او رو که ما نمیتونیم کاری کنیم، چون ممکنه خیلی ها انجام دادن نشده، خیلی ها انجام دادن نشده. خب اینم خیلی ها ممکن بود خیلی ها بزنم ولی خیلی ها پولدار میشدن، چرا کارا نکرد؟ خب یعنی عیب و اراده اساسی دارن اینجا هستن که این دین در دین انسانیت هر کس برای خود تعریف شده، هر کس برای خود تعریفی داره دیگه. یکی میگه اینی کار انجام بدیم خیلی خوبه، و دیگه میگه این کار انجام ندیم خوب است، و میگم ولش کو، دیگه میگه نه